Once more, the United Nations has a pivotal role to play in preventing this crisis. از نخستین حضور بحث‌انگیز آقای اوباما به عنوان رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد 5 سال می‌گذرد. رئیس جمهوری آمریکا این بار هم تصمیم گرفته با همه مخالفخوانی‌هایی که با استناد به اصل 1 تبصره 9 قانون اساسی آمریکا می‌شود، به جای سامانتا پاورز، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، خود ریاست شورای امنیت را بر عهده بگیرد. ملت ایران علاقه‌مند است همچنان در چارچوب قوانین به راه خود ادامه بدهد. این تصمیم در مقطعی اتخاذ شده است که با مروری بر تحولات سال 2009 و تصمیم آقای اوباما برای ریاست شورای امنیت میتوان به رویدادهای سرنوشت‌سازی در صحنه جهانی چون بحران برنامه اتمی ایران و کره شمالی اشاره کرد. جدا از تغییرات آب و هوایی که در سالهای اخیر همواره به عنوان یک مشکل جهانی مطرح بوده، مسئله حضور و پیدایش تشکل‌های افراطی چون داعش و تکثیر روزافزون آنها در ماه‌های اخیر همواره موضوع روز بوده است. خطر داعش به جایی رسیده که رئیس جمهوری آمریکا بران شده با بردن قطعنامه‌ای به شورای امنیت و تصویب آن برای نخستین بار در تاریخ نظام یکپارچه‌ای برای مقابله با رشد تروریسم در سطح جهان ایجاد کند. قطعنامه پیشنهادی آقای اوباما با استناد به منشور 7 سازمان ملل متحد نوشته شده است، به این معنا که در صورت تصویب لازم الاجرا خواهد بود و باعث می شود همه کشورها با تصویب آن و تبدیل به قوانین داخلی از پیوستن اتباع خود به سازمان‌های تروریستی جلوگیری کنند، مانع از ورود و خروج افراد مظنون به همکاری با سازمان‌های تروریستی شوند و حامیان مالی آنها را تحت پیگرد قانونی قرار دهند. کارشناسان می‌گویند هم‌اکنون هم هستند کشورهایی در اروپا و جاهای دیگر که مقررات و قوانین جدیدی در این زمینه به اجرا گذاشتند، اما حد و حدود این قوانین بی تردید بستگی به خط مش و اولویت‌های هر کشور دارد. مقام‌های مبارزه با تروریسم می‌گویند تصویب این قطعنامه در شورای امنیت کمک می‌کند تا کشورها با در پیش گرفتن قوانین و مقررات یکپارچه و در یک چارچوب سیاسی واحد و مشخص به مقابله با تشکل‌هایی چون داعش در عراق و سوریه برخیزند و در طولانی مدت با جدیت بیشتری به دفع حملات تروریستی درون مرزی در کشورهای غربی از جمله آمریکا کمک کنند. منابع اطلاعاتی آمریکا می‌گویند در حال حاضر 1500 نفر از 80 کشور مختلف جهان در سوریه و عراق با داعش همکاری می‌کنند. دیپلمات‌ها می‌گویند با توجه به حمایت‌های گسترده‌ای که تا حال از این اقدامات شده، قطعنامه پیشنهادی آقای اوباما به احتمال زیاد در شورای امنیت به تصویب خواهد رسید. قطعنامه در این حال از بازوی ناظر بر تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه القاعده می‌خواهد در مورد میزان همکاری کشورهای عضو در زمینه اقدام علیه جنگجویان خارجی تحقیق کند. پروانه هدایت، صدای آمریکا.